به نام خدا سلام، امیدوارم که وقتتون و حالتون عالی عالی باشه. در شب معراج جریانات مختلفی برای آقا رسول الله رخ داده و دیدارها و لحظات خاصی رقم خورده. من جمله یکی از این تعریفها و اون جریانات و دیدارها برای آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. وقتی به اطراف عرش خداوند رسیدم، ناگهان علی ابن ابی طالب را دیدم که در زیر عرش و در مقابل من تسبیح و تقدیس خدا می کند. من به جبرائیل رو کردم و گفتم: یا جبرائیل، علی ابن ابی طالب قبل از من به اینجا رسیده است؟ جبرائیل گفت: خداوند در فراز عرش آنقدر از فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گفته است که عرش و عرشیان مشتاق شدن حضرت علی علیه السلام را ببینند. برای همین خداوند فرشته‌ای به صورت حضرت علی خلق کرد تا عرش و ملائکه عرش او را ببینند و از رؤیت جمال او لذت ببرند. خداوند ثواب تسبیح و تقدیس این فرشته را برای شیعیان اهل بیت تو قرار داده است. و در روایت داره که نگاه به امیر المؤمنین عبادته. انشاءالله وجودمون مملو و از محبت علی ابن ابی طالب باشه. ممنونم. باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن می شنوی بانگ اذان. ولی الله انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا. بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را میخوانم، بهترین کار تو را میخوانم، بهترین کار تو را میخوانم، بهترین کار نماز است. بیا لحظه راز و نیاز است. بیا بهترین کار نماز است. بیا لحظه راز و نیاز است. بیا به نام خداوند بخشنده و مهربان. و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان. امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. آخرین روز هفته به کامتون باشه انشاءالله. اموات، ذوی الحقوق و کسانی که گردن ما حق دارند، سلام ولو کمتر از سلام رو در برنامه امروزمون شریک میکنیم و از خداوند میخواهیم که به اونها علو درجات رو عنایت بفرماید. کسانی هم که در این دنیا در داغ و غم عزیزی مبتلا هستند، خدا به اونها صبر و اجر جزیل و جمیل عنایت بفرمایه. عنایت بکنید این آیه ای رو که ابتدای برنامه گوش میکنیم، وجودمون و جسممون رو معطر و مزین میکنیم به آیات خداوند متعال. ثواب شنیدن و قرائتش رو تقدیم میکنیم به تمام پدران و مادران و اسیران خاک. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. برای هر کس وارثانی قرار دادیم
که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته اید نصیبشان را بپردازید. خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است. صدق الله العلی العظیم. خیلی خوش آمدید، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کردید و تا این لحظه بهترین ها رو برای خودتون رقم زدید و الان هم که پای گیرنده با این قاب شیشه‌ای ما شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام همراه هستید، در کنار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به محضر شما برنامه رو داریم تقدیم میکنیم و امیدوارم که مرضی رضای حضرت حق قرار بگیره. امروز و فردا در کنار اذکار وارد شده و بلکه هر لحظه، چرا که نشانه های مؤمن در این ذکره. دیدید خیلی جا وقتی کسانی از حالا خطبا، مداحان یا کسانی که میخوان مجلسی رو اداره بکنن اعلام میکنند که به پیغمبر و آل او بلند صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بعضی ها آرام میفرستند، بعضی ها بلند و یک ناهمگونی هست. بعضی ها هم براشون سوال پیش میاد که حالا بلند فرستادن یا آرام صلوات فرستادن چه فرقی داره توی بیان این عبارت بسیار زیبا و دوست داشتنی. در روایت به راحتی و به درستی تصریح شده کسانی که اهل نفاق و دورنگی نباشند بر محمد و آل او صلوات را با صدای جلی و بلند میفرستند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خاصه حالا نظر شخصی بنده و استنباط من از جمیع روایات، اون بخش دوم صلوات که حالا بخش اول و دوم نداره، صلوات درست و حسابی به تعبیر مرحوم علامه امینی، صلواتی که و عجل فرجه هم تازه داره که اگر کسی این گونه بفرستد ثواب کتابت القدیر رو با شریک خواهد شد. حالا بعضی ها توی دومی و حالا و عجل فرجه همش انگار ترس دارن. اهل عامه که خب قاعدتا نمیفرستند، اللهم صل علی محمد و صحبه و فلان و الی آخر، و آل رو دخیل نمی کنن. اگر هم دخیل بکنن یه وسلم انتهای کارش میگذارن و کار رو خراب میکنن. اما صلواتی که و آل نداشته باشه، باز به نقل روایات صلوات ابتر و بدون دنباله است. ابتر اینجا معنای نتیجه نداشتن، یعنی شما صلوات میفرستید به عنوان سید الاذکار ولی نتیجه ای از او دریافت نمی کنید. پس هر زمان از من بچه سید به شما عزیزان ایدی در فردای روز عید سعید قربان، هر کجا چه بگویند بلند چه نگویند بلند، شما خود رو موظف بدونید صلوات رو اولا کامل، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و طلب فرج کردن، بر زبان جاری کنید، آن هم با صدای جلی و بلند. صلوات و درود خدا بر و اما نکته دومی رو که میخوام در این تایم باقی مونده از صحبت‌های من و شما عرضه بدارم و بعد انشالله با استاد گرانقدرمون همراه بشیم، اینه که بحث سر اخلاص در عمل هست. من از واقعه‌ای که در دیروز روزی به قول معروف رخ داده و در این ایام حاجیا درگیر انجام اون عملیات هستن میخوام خدمت شما عرض بکنم. مناسک زیادی و عبادت‌های مختلفی در موسم حج بر حاجیا خاصه واجب شده، وگر نه اعمال اونها ناقص میمونه و بحث حجشون ناتمامه و حالا حاجی گفتن و اینهاش پیشکش.
بعد خوب که نگاه میکنی، بررسی میکنی، چرا این مثلا عمله 7 بار دویدن بین سعی صفا و مروه رو خدا این چنین واجب میکنه بر مؤمنینش و کسایی که توی اون سرزمین حاضر میشند؟ بعد بررسی میکنی، به گزاره های تاریخ میرسی، توی تاریخ نگاه میکنی، یک مادر برای نجات فرزند خودش از روی سلامت و از روی اخلاص هر دفعه دویده به یک سمتی که فکر کرده اون قسمت آبی هست، میتونه طفل شیرخواره خودش رو نجات بده. دوباره به سراب میرسیده، برمیگشته به نقطه قبلی، اون طرف انگار آب هست، چند بار تا یک جایی که بیتاب میشه و حالت دو به خود میگیره که بهش میگیم هروله. و در عمل الان این سعی صفا و مروه بر همگان واجب شده. نکته ای که بزرگترا به من یاد دادن در این قضیه است، مادری از روی اخلاص این عمل رو انجام داده که شاید هر مادر دیگری بود این کار رو می کرد، ولیکن برای اولین بار در یک صحرایی به قول معروف بین دو نیم کوهی این حرکت انجام شده. خدا اخلاص حضرت هاجر علیها السلام رو پذیرفته و بر همگان واجب کرده که این کار رو انجام بدن. حالا من و شما هم اگر در روزمره خودمون کاری رو انجام بدیم که با اخلاص تام باشه و فقط رضایت خداوند متعال رو در بر داشته باشه، یه وقتایی هم انجام وظیفه است، یعنی کار استحبابی هم نیست، خدا اون کار رو به نحو احسن از ما میطلبه، میپذیره، عذرخواهی میکنم، خدا اون کار رو به نحو احسن از ما میپذیره و برای ما در بالاترین رتبه های اعمال و پذیرش ثبت میکنه، چه بسا اون کار حتی آیینی می شود برای آیندگان. یه مثال دیگه بزنم، شاید بعضیا بگن خب هاجر همسر یک پیامبر بود، فرزند او قرار بود در آینده یک پیغمبر دیگری بشود، خدا یه حالی به اینها داد. من یه مثال دیگه هم می زنم که کربلایی ها و اونهایی که عرقی در محبت امام حسین دارن و سر از کربلا در میارن توی اون سرزمین بهشتی و امروز هم پنجشنبه بهانه‌ای بشه که دلامون به کربلا بره، اونجا هم یک گزاره تاریخی من براتون دارم، اما نه از خانواده اهل بیت ها، میخوام بگم یه مقدار با فاصله تر. خیلی سالهای پیش، شاید بیش از مثلا 70-80 سال پیش، 90 سال پیش، یک سید بزرگواری از روی عشق و ارادت به جد بزرگوارش ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ظهر عاشورا، اون لحظه ای که احساس میکنه امام حسین علیه السلام رو دارن به شهادت میرسونن، به سمت خدمت شما عارضم کربلا دوان دوان یا حالا سواره میاد و این عمل از روی اخلاص او تکرار میشه تا جایی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف روی عمل این سید سهه میگذاره، تایید میکنه، توی اون جمع هم حاضر میشه و سالیان سال این کار تکرار میشه تا امروز یکی از تجمعهای پرشور صحنه کربلا میشود، رگزه تویرج، یعنی اون حالت دویی که از روستای بالای کربلا که خب دیگه حالا متصل به شهر کربلا شده به عنوان تویرج میان به سمت حرم آسید الشهدا بر سر و سینه زنان و وارد حرم حضرت میشن به علامت حزن و عرض ارادت و عزاداری. این عمل چون از روی اخلاص بوده الان میبینیم مثلا پارسالی که حرف از کرونا بود آماری که دادن فراتر از تصور عقل بود. مگه میشه توی مثلا 2 ساعت یه چیزی حدود 2-3 میلیون نفر آدم بدوند؟ تصورش سخته، ولی من بارها دیدم و خیلی از شماها الان یادتون اومد که پرچم بده از ذکرهای مختلف مردم میان که خیلی هم خطرناکه، اگر طرف ضعیف باشه چه بسا زیر دست و پای مردم فدایی امام حسین بشه. ولی میخوام بگم بحث اخلاصه، اگر یک عملی رو توی زندگی هامون از روی اخلاص انجام بدیم خداوند متعال میپذیره، امام زمان چه بسا تایید میکنه و حتی به رسم و آیین یک حرکتی جا پیدا میکنه.
خدا به هممون این روحیه و این سعادت رو بدن که اعمالمون از روی اخلاص باشه. میخوام بگم با عشق و ارادت به اون آقایی که ما به نام گمشده فاطمه زهرا میخوانیمش دست بر دعا بردارید در روز پنجشنبه، در یکی از روزهای بسیار با ارزش خداوند به جان آقا جانمون دعا بکنید. جتنا الحسن صلواتك على وعلى تسكن أرضك وتمتعه فيها تهيلا برحمتك يا أرحم سلام مجدد خدمت شما بینندگان و امیدوارم که هر کجا هستین سلامت و تندرست باشید. از من به شما امانت و یادگار بمانه، منم فراموش نمی کنم. انشاءالله جریان حضور امام زمان در این رگده توبه‌ایرج رو هم یک بار برای شما تعریف خواهم کرد، لذتش رو ببرید که چقدر این خانواده مهربان و رعوف هستن و ما رو در همه شرایط یاوری میکنم. در خدمت استاد گرانقدرم جناب استاد محمد حسین رحیمیان هستیم. اجازه بدیم به محضرشون سلام و عرض ارادت کنم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خدا خیرتون. ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه الطیبین الطاهرین. حضور همه بینندگان عزیز و گرامیان، این ایام مبارک رو تبریک عرض میکنم و سلام عرض ادب مرا انشاءالله پذیرا هستند. انشاءالله تحت توجهات امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هر جا که هستند موفق و سربلند باشند. در خدمت شما هستم. قربون شما برم. خدا خیرتون بده. اجازه بدین من هم به رسم ادب عید سعید قربان و این روزهایی که دیگه منتهی به دهه قدیر است و پر برکت به منظر شما تبریک بگم و انشاءالله که هر جا هستید، حالا چه در کنار ما چه در فضاهای دیگر تبلیغی، موفق و معید باشید. خب بحث ما کماکان بر سر دعای پرشور ندبه بله. است و شرح فرازهای اون. فراز تسلیم رو هم رد کردیم بله. و انشالله وارد فراز جدید تر شد. بله، تو فراز جدیدی که اومدیم اولیا محوری رو بیان کردیم. عرض شد که برای بینندگان عزیز و همه فرهیختگانی که دوست دارن آغاز و پایان و میانه جهان را از مکتب اهل بیت علیهم السلام بفهمن و در زندگیشون این گونه شیوه زندگیشون رو اداره کنن که آغاز دنیا از همون ولی خدا شروع میشه و پایانش هم با پایان ولی خدا پایان خواهد پذیرفت و از طرف دیگر خود میانه هم که بدون ولی خدا نخواهد بود.
لذا ما فرازی رو که اشاره کردیم خیلی هم جالب توجه بود، اون فراز که در اونجا وارد یه عرصه خاصی شدیم که عرض کردیم که اللهم لک الحمد علی ما جرا علی قضاک علی اولیائک. این اولیای خدا اینجا همین ولایت محوری و ولی محوری هست، بعد از آنی که یک منتظر امام زمان علیه السلام، چون بحث یه مقدار خیلی کاربردی هست و از جهت دیگر این ایام هم دیگه اون بهار ولایت علیه. هست، یعنی نخستین ولی خدا امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله با اون عظمت و با اون شگفتی و با اون عنایت خاص الخاص خدای متعال که در کنار غدیر خم پیامبر آخر الزمان به عنوان مبلغ و رساننده ولایت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند و در این دعای مبارک و پرشور هم بسیار به این موضوع اشاره شده، هم به صراحت هم اینجا که عرض می‌کنیم آغاز ولایت هست. نکته ای که اینجا به عنوان تربیتی میتونیم ما بگیریم اینه که دنیا بدون ولی نخواهد بود. خب وقتی که این اصل کلی شد، پرسش اینه که اکنون ولی خدا کیست؟ یعنی هر انسانی که در هر عصری زندگی میکنه حق داره از خدای متعالش این سؤال رو برایش عرضه بداره که ولی من و ولیی که شما برای من مشخص کردید الان کی هست؟ خب در هر زمان این تعریف شده. الان چون بحث ما درباره امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، ولی یه زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. خود این اولیای الهی خب یه ویژگی های عام می دارن، یه ویژگی های خاصی دارن، همه اینها در جای خودش بحث شده. اما اون که اینجا برای دو این دعای مبارک برای ما مطرح شده که ما اونجا تا اون ولیهایی که از آغاز جهان بودن چون اشاره می کنه در این دعای مبارک، که ما بدانیم از اول خدای متعال اولیای خودش را برای هدایت انسانها در واقع اینها رو از عرش خودش به فرش برین که انسانها اونجا زندگی میکنن اینها رو مبعوث کرده، حتی من نعلینا دیگه بله این نعمت بزرگیست، منت همون نعمت بزرگیست که خدای متعال اینا دیگه محتقین به عرشه بودن دیگه، ولی از اونجا در واقع خودش نعمت بزرگ رو برای انسانها رقم زده و از لطف خودش بوده. این یکی از ویژگی‌ها که اینجا مطرح شده، الذین استخلصتهم لنفسک و دینک. یه بحث اخلاص و استخلاص هست، یعنی اولیای الهی. اولا به تعبیر علامه امینی هر جا کلمه یه ولی میاد عدو هم کنارش هست. ولی معنای اصلیش معانی بسیار به این نوشته شده. اول اون چی که اینجا مطرح هست همون سرپرستی هست. خاص اگر عدو هم میاد بیشتر بحث همون سرپرستی است، چون کسی که با رفیق دشمنی نمی کنه با اون سرپرسته. و اصل اولیه در آیین الهی، اینم بازم یه حرف کلیدی هست بینندگان عزیز بدونن، در آیین الهی اصل و اون محتوای حقیقی و واقعی بر ولایت هست و بر محبت هست که امام باقر بستان فرماید هل الدین الا الحب والبغض. حالا بعضی روایت ها دارن و بعضی اصلا ندارن، فقط همین حبه، چون نهایتا بغض درش مستطره دیگه. همین عرض میکنم ببین این زائیده است، یعنی آرزی خود عدو معناش که انشالله بینندگان عزیز خواهیم گفت اونجا مشخص میشه که این آرزی اصلا اصل ذاتی همون ولایت و محبت هست و دوستی هست. این لغت رو به هر معنایی بکنیم اهل بیت علیهم السلام ولایتشون ثابت هست،
و اون ولایت اصلی، و به همین جهت عرض کردیم که چون زمینه اصلی و ذاتی ساختاری که خدای متعال قرار داده بر ولایت هست و بر محبت هست و اون دوستی هست، به همین جهت اونجا عداوت که از عدو اصل معناش از تجاوز کردن، عدول کردن، عدو. یعنی عبور کردن. و عدو تو معنای لغت عربی معنای دویدن هست. تجاوز کسل کرده یعنی با سرعت، مثلا به این تحبیل با سرعت میرن، چون میزان ولیه. ما نگاه میکنیم به نظام هستی، میگیم از آدم ابوالبشر علیه السلام خدای متعال آغاز جهان را شروع فرموده. وقتی که از اینجا بشه، هر کی از این میزان الهی تجاوز کنه و عبور کنه، یعنی چی؟ یعنی تحت ولایت قرار نگیره، شاید عدو الله. این میشه عدو. یه اعدا داریم که اینا اعداء الله، یه اولیاء الله. این اصلا نشأت گرفته از اینجا، وگرنه لذا شما دشمنم که معناشو نگاه میکنید تو فارسی که عدو و به دشمن معنا میکنن، اون لغتشناسای خبره به اصل معنای این که وارد میشن میگن یعنی بدخواه و بدسرشت. این مقابل خیرخواهه. بله. یعنی انسان اصل اولیش بر خیرخواهی است. کسی از این حد تجاوز کنه، عبور کنه، در واقع از این سرشت خودش عبور کرده شده بدخواه، و این منجر میشه به دشمنی. دشمن یعنی رو در رو قرار میگیره و این ناخواسته رو در رو قرار میگیره. به همین جد این برمیگرده به اونجایی که انسان وقتی که از ولایت نفس خودش عبور میکنه، چون باز هم اون نفس انسان در مرحله اول فطرت پاک انسان، انسان رو به همون ولایت خدا معرفی میکنه و به اون طرف راهنمایی میکنه، از اون هم عبور بکنه میشه نفس شیطانی و نفس باطلی، بازم میشه دشمن. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید دشمن ترین دشمن هر انسان همون نفس اوست که بین تو پهلوی او قرار داره، در وجود او هست. لازم نیست از انسان از بیرون یه دشمنی بر خودش تدارک ببینه. یعنی به محض این که ما حتی تو طبیعی بدنم میتونیم اینو پیاده کنیم، اون چهار عنصر اصلی که در بدن هستن، اگر اینا هر کدام از حد دیگری تجاوز کنه، عبور کنه، در واقع اختلال در نظام بدن به وجود میاد و میشه مبتلا و میشه بیمار و میشه مریض. بنابراین اصل ذاتی در ولایته، و این چقدر زیباست که انسان امام زمان شناس با این ایده وارد یه هیته زندگی میشه که با ولایت و اولیای الهی. حالا این اولیای الهی دو تا ویژگی اول میگه که اینا از همون خلوص هست، خدای متعال اینا رو برای خودش برگزیده، استفا کرده. این گزینش از جانب خدای متعال برای خودش و برای دینش، یعنی هر ولی خدا اول باید ولی خدا باشه، ارتباط تام با خدا داشته باشه. دوم اینکه فقط او میتونه ادعای دین آوردن داشته باشه که بگیم این چارچوب رو من آوردم، فقط ولی خدا، غیر ولی خدا تو این حیطه جایی نداره. خب بعد میاد این استخلاص که میاد بر اینها، از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال. خدای متعال وقتی اینا رو انتخاب کرد، با ارزش ترین نعمت ها رو نگاه کنید، با ارزش ترین نعمت های خود را که اینها هم ماندگار هستند، هم پایدار هستند و هم به هیچ عنوان نابود شونده نیستن و از بین نمیرن، اون چی که به تصور انسان میاد این نعمت، چون مقیم است، ماندگار است، چون من عند الله.
ما من عند الله باق قرآن میفرماید آنچه که از جانب خدا باشه بلد. از نزد خدا باشه از پیشگاه خدا باشه دوام داره. بنابراین اینجا این نعمت ها رو خدا به این اولیای خودش انتخاب کرده. وقتی به اینا انتخاب کرده با اینها یه قراردادی رو بسته. همینو ما میتونیم در زندگی خودمون، چون ما مثال ولی رو که میخوایم به قرآن مراجعه میکنیم، میتونیم قرآن بالاترین درجه ولی رو از خود خدا شروع میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور الى الظلمات الى النور. یعنی اول ولی خود خدای متعاله، از ولایت خودش و از اون محبت خودش و از سرپرستی خودش و از اون کمال بی پایان خودش خدای متعال اولیای خودش رو انتخاب کرده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اینجا خدای متعال مقابل همون که ما اعدا عرض کردیم، اینجا طاغوت ها را به عنوان عدو قرار میده. یعنی رو در روی خدا قرار میگیرن، رو در روی ولایت خدا. کفرم که عرض کردیم، یعنی مؤمنین ایمان میارن به ولایت خدا، به خدا، اما کافرا بدنشون، همه وجودشون، تمام سلول هاشون اعتراف دارن به خدا و ایمان دارن، اما چون انسان موجود مختاریست با اختیار، باید اینو عرضه کنه به درگاه الهی، با اختیار خودشون ولایت خدا رو نمیپذیرن، در واقع کفر میورزن. وقتی کفر میفرزن یعنی روش روی روپوشی میکشن. حقیقت وجودشون با ولایت خداست. اینجا همون عدو میشن، یعنی تجاوز از میزان الهی اینا میکنن. به تعبیری هر که منهای خیر خواهی باشد میشود شر دوست. بله. و اون شر دوست هم میشود دشمن دیگه، ناخودآگاه. بله، طبیعتا بدخواه دیگه. بله. نباشه. بله. یعنی نور معنا پیدا بله. میکنه و یا بله. بالعکس. بله. و اونهایی که در فضای نور قرار میگیرن دائما دنبال خیر خواهی هن دیگه. اولین شخصش خود خداوند متعال که بله. همیشه رحمان و رحیم است بر بندگان خودش. همین هست. و این ولی رو ما میتونیم تا بیاد به یه مؤمن یه مؤمن ولی خداست که مراتبش میاد. اینجا هم جزء اولیای الهی است در واقع، حالا به تعبیر بگیم جزء دوستان خدا هست، اونم نسبت تو زندگیش به ولایت و سرپرستی داره. اینم بازم از لطف خداست، این کرامت رو برای انسان بخشیده از همه موجودات. بنابراین این حد و میزان اینجا کی هست؟ الان امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. اما این قرارداد بین خدا و این اولیای الهی خیلی شنیده نیست که انشالله در ادامه دعا بله برای به صورت کاربردی انشالله بتونیم از این استفاده انشالله. کنیم. بسیار عالی. یک فاصله کوتاه تقدیم شما میکنم که انشالله زندگیتون سراسر از خیر و برکت باشه. ورق دارم میزنم کتاب جدیدی رو که جناب استاد رحیمیان به قلم خودشون نگاشتند و تألیف کردند با عنوان منشور جهانی قدیر و انشاءالله بسیار عالی، بازگردانی نو از خطبه ماندگار و جهانی پیامبر خدا در روز قدیر با رویکرد وظایف منتظران وارث قدیر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف و با استناد به ده ها منبع معتبر شیعه و سنی. بخش های مختلفی رو داره. در یه لحظه چون تازه به دستم رسیده اشرافم 14 فصل به تعبیری و مباحث مختلفی رو مطرح کردن که اگر اجازه بدهن در طول روزهای آتی از بحث این کتاب استفاده میکنیم و با شما به اشتراک میذاریم. یک بار دیگه من جلد کتاب رو نمایش میدم، دوستان تهیه کنن. به قول خودمون به زبان عوام داغ داغه، چون
تازه از صحافی یه دونه نسخه را آوردن و من دارم خدمت شما ارائه میکنم. بسیار هم زیبا و به زیور تب آراسته شده. البته این فکر کنم خیلی دیگه نشون نمیده، درسته بچه ها؟ آره، میخوام زیبایی کار رو ببینید و ارزشمنده. به به، ببینید کار دورنگ و خیلی هم در خوره شن. توصیه میکنم از باب پیشرفت در فرهنگ تشیع اولا به موضوع کتابخوانی بپردازید و بعد هم کتاب خوب بخوانید که انشالله بر معارفتون افزوده بشه و شما به عنوان والدین بشوید معرف حضرات معصومین در دایره خانواده و به تعبیر تازه مسئولیت خودتون رو انجام دادید. خیلی ممنونم از استاد، من این رو اجازه بدید اینجوری زینت میزمون قرار بدم. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بله، این ایام اختصاصا به ولایت 14 معصوم هست دیگه. الحمدلله. بله دیگه، کل عمر واحدن الان سیستم ولایت وقتی برای بار چندمین معرفی شد و بیعت گرفته شد، شیطان اون سیه رو زد. فقط صرف دیدن اون لحظه مثلا بیعت مردم با امیر مؤمنان که نبود. بله. چه بسا امروز رو میدید که خدا یک ذخیره بسیار ممتازی رو برای هدایت مردم گذاشته. کربلاش رو دید، حالا هرچند یک سیهی دومی هم در کربلا زد، ولی کن لیستن قضا عباده که من الجهاله رو تا امروز، اون موقع این نامرد بله همین و این عدو خدا که از حد خودش عدول کرده دیده و تجاوز کرده. همین هست. بله، تو این غدیر، حالا چون بحث ما هم خیلی مرتبط هست با همون غدیر محوری هست، یعنی کسی که امروزه با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار میکنه با همون غدیر هست. دقیقاً. ازاد در این دعای شریف هم خیلی بهش استناد شده و مثلا فرازهای علویش فراوان چه در ابتدا چه در انتها. بله، همین هست. در اونجا آقا رسول الله، حالا مرسوم اینه که فقط ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام با حضرتش فقط بیعت کردن، اما این گونه نبوده. بیعت با شخص رسول خدا. بله. این تعبیر خیلی خود حضرت فهمید، اول با من بیعت کنید. بله. چون حرفو میخرم. بله. و بیعت رسول خدا به تعبیر خود رسول خدا همون بیعت با خداست. انما یبایعون الله. بله. اونایی که با توی شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیعت میکنن، قرآن میفرماید اینا در واقع منحصرن با خود خدا، در ید الله فوق ایدیهم. بازم آقا رسول الله تو این خطبه اشاره کردن. بعد بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام جالب هست. بیعت با حسنین علیه السلام هم چون حضور داشتن اونجا با اونها هم بیعت شده، اما خود بیعتنامه تو این کتابم اشاره شده، بیعتنامه ای که آقا رسول الله، یه بیعت زبانی هست یه بیعت عملی، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق فرمان خدا که به عنوان ولی خدا هست، امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان ولی خدا که معرفی میکنه اشهد ان علی ولی الله، اون ولی علی اطلاق خدا بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله که علی مرتضی صلوات الله و سلام و علیه و آله باشن، اونجا فقط همه اون زمینه هایی که برای هدایت انسان و پذیرش این سرشت پاک انسان که روی ولایت نهاده شده، در واقع فطرت پاکش عرض کردیم، اصل اولی رو محبت هست و مهرورزی هست و ولایت پذیری هست، اینجا فقط به یک بیعت دستی اکتفا نکردن، بلکه مفصل حدود یک صفحه و نیم ما آوردیم بیعت زبانی حضرت از اینا گرفته، یعنی حضرت بله حضرت خودش بیان فرمودن و از اینها اقرار زبانی گرفتن. انا سامعون، ما شنیدیم، با تمام وجود گوش فرا میدیم، بیعت میکنیم. این خیلی مهمه. بله. در یک جمعی که و همین جد این یادگار. بله، تو شرایط کاملا خاص و ویژه. بعد با چهارده، یعنی با ائمه بعدی هم همونجا آقا رسول الله بیعت گرفتن. زمینی که فهوای روایت، حالا من اصل روایت از ذهنم
خطور میکنه، بیعت با امیرالمومنین بیعت با اون 124,000 پیغمبر هست. بله بله، یعنی اون... یک بیعت کامل 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 به قول پیمان آسمانی ما. بله بله. بله بله. بعد با یعنی به از ائمه معصومین علیه السلام، یعنی فقط به عنوان از چندین بار نام نامی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف اینجا آمده و در یک بخش آقا رسول الله کاملا بیش از 25 ویژگی از ویژگی های امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف در این خطبه جهانی و ماندگار خودشون بیان فرمودن که بنده اینجا رو تحت عنوان یک بخش کاملا جدا کردم و این مستند سازی شده، مشابه سازی شده روایاتی که در این زمینه بوده. حالا اگر فرصتی باشه که هفته های آینده که هفته آینده رو از الان قولش هم من از شما میگیرم، هم به بینندگان روز عید قدیر دیره پنجشنبه آینده انشاءالله استثنان یا یه پرانتز میزنیم یا با نگاه به مهدویت، یعنی بخش مهدویت خطبه پنجشنبه آینده اون رو این موضوع قرار بدیم. حتما انشاءالله، چون با بحث اونم مرتبط آره هست خارج از اولیای الهیس. بله. اگر بعضی از بله. دوستان فکر کنن اولا باید بفهمند که پیغمبر در اون زمان چقدر نشانه ها و براهین و مطالبی رو آوردن که آقا یک ذخیره خداوند بله داره. بله همین است. و این رو اول باید بدونن که خطبه فقط صرف معرفی آقا امیرالمومنین یک خط مشیه. بله بله. و مهدویت رو هم برای ما در اینجا معرفی بله. کرد. بله تو همون خطبه باز هم عرض کردیم دو راه رسول خدا صلی الله علیه و آله ایجاد فرمودن، دو راهی که خدای متعال در جهان اینو پدید آورده، یکی راه اولیای الهی، یکی همون راه اعداء الهی در واقع بازم که از کردیم اونم زائیده این راه، وگرنه همون صراط مستقیم یکی بیش نیست. بله. یعنی به هر حقیقتی انسان بخواد، به هر کمالی انسان بخواهد برسه، به هر رشد تعالی میخواد برسه، به هر سعادتی بخواد برسه، به هر رفاه حقیقی، چون اسمش روش دیگه حق و واقعیت، بخواد برسه از همون صراط مستقیمه. و اگر در کنار این حق و واقعیت یک موضوعی ارزندام بکنه، در واقع از این حق این بخششو برای خودش برداشته که ما با اون میگیم گمراهی. یعنی از راه حقیقی یه مقدار کنار زده، منحرف شده از جاده های باریکی که همین هست. اگر درست رانندگی نکنی سر از شونه خاکی و بعدش هم چپ کردن و از راه رفتن همین. دیگه لذا حق ما که ما خواهیم بگیم میگیم جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اصلا باطل هر انسان عقل گرا ازش بپرسی بگه آقا این یه موضوعی هست، یه حقیقتی داره، یه غیر حقیقت. میگه حقیقتش ماندگارست، اون ثبات داره. اما اون غیر حقیقیش از بین میره. بله. قرآن برای حق مثال میزنه، اون کف روی آبو میگه خیلی راحت این انسان تو یه لیوانی هم که از شیر آب باز میکنه همه میتونه اینو ببینه. بله بله. این اصل از... آب میمانه کف رو بلا فاصله و این خودش هم وجود مستقل نداره. خیلی جالبه ها، یعنی وجود استقلالی و جداگانه هم نداره. در واقع وجودش از خود آب میگیره، فقط یه جولان میده، یه حرکتی از خودش نشون میده، بعد هم از بین میره. رضا قرآن جا الحق و زهق الباطل، این هم جز آیاتی است که تأویل و تفسیرش در عصر و ظهور امام زمان علیه السلام محقق میشه که انشاءالله ما هستیم و ببینیم. حق که آمد حق مطلق، باطل دیگه میره کنار، پایان شب سیاه سفیده. چون این میزی که جای مهندس عرض میکنم الان، همه این میز و الان اگر نور فرا بگیره هیچ کس نمیتونه بگی جایی از این تاریکی هست. فقط وقتی تو این تاریکی رو میبینیم که نور به بخشی از این تابش داشته باشه. الان تو این کره خاکی که ما زندگی میکنیم به بخشی از این کره ما نور تابش داره، به بخشهای نور نمیرسه به هر دلیلی. وقتی که نور کامل تابش پیدا کرد، تعبیر قرآن جا الحق حق آمد، وقتی که این اومد خود به خود به صورت کاملا اتوماتیک باطل میری کنار، یعنی تاریکی میری کنار، زحمت هم نداره، درد سر هم نداره. یعنی این نیست که ما آقا تلاش کنیم، نه، فقط تلاش ما برای اینه که نور رو برسانیم.
اگر ما تلاشمون بر ظهور حضرت باشه، خدا میدونه همه باطل ها میره. بله. اگر ما برای فرارسیدن دوران طلایی ظهور امام زمان سلام تلاش کنیم، همه گرفتاری ها میره کنار، همه بیماری ها میره کنار، همه بیچارگی ها میره کنار، همه ظلم ها و ستم ها اصلا فرار میکنن، نمیتونن، چون تاب مقاومت ندارن در برابر این نور عظیم الهی. لذا آقا رسول الله در اون فراز وقتی که راه نشون میده میفرمایی دیگه سی هستن یه سری افراد، بنده با این تعبیر آوردم، اینها حقیقت گریزن. یعنی از حقیقت گریزان هستن و این فرار کردنشون به خاطر اون کارکرد ذات خودشون هست. باز هم این گونه نیست که ما بخوایم بگیم که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف به تک تک اینها نیرو مصرف میکنه، چه خودش چه یارانش، خیلی خفاشن اصلا نمیتونه از دور استفاده بکنه و اینها پاف باب فرار میذارن در واقع وقتی که اصل نور را دیدن. لذاست که ما اینجا بحث رو به اینجا که میاریم، این دو مسیر که از اینجا شروع کردیم، یه مسیر اولیای الهی، یک مسیر مال دشمنان، دشمنان و اعدا، که اونا معناش اینجوری بکنم دشمن، چون عرض میکنم به تعبیر یکی از لغت شناس‌ها اگر قلبی باشه میشه کینه، بله، اگر جوارحی باشه میشه همون که ضرب و شتم میشه، اینا خودش، بله بله. اما همه اینها معناش اینه که از این میزان الهی تجاوز کردن. علیون علیه السلام، ما در زیارت امیر مومن علیه السلام چی میگیم؟ میگیم السلام علیکه یا میزان الاعمال. همه رفتارهای ما نیاز به میزان داره، به تعبیر امروزی های استاندارد میخواد. این استانداردش ولی خداست، امروز اون استاندارد ولی خدا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. ما هر گفتارمونو و هر شنیدارمونو و هم کردارمون رو اگر اندیشه هامونو با این میزان بسنجیم، در راه اولیای الهی گام برمیداریم، وگرنه باید دقت کنیم که برگردیم به همه اصل اولی خودمون. ممنون از لطفتون، خیلی عالی بود، متشکرم. انشاءالله که خدا بر عنایت شما و به مقامات شما بیفزاید. از باب فقر در واژه مجبورم اینجوری بگم که تا ابرها کنار نرود، تا پرده روی پنجرمون رو کنار نزنیم، نور موجود بر برف زندگی ما نمیتابه و سرما رو به گرما مبدل نمیکنه، مگر اینکه ما خودمون بخوایم و پردمون رو کنار بزنیم تا نور به سمت ما ورود پیدا بکنه، وگرنه نور موجوده، امام زمان هست، ما باید خونه دلمون و پرده گناهانمون رو پس بزنیم تا محل ورود نور بشه انشاءالله. از همه تون التماس دعا دارم، پنجشنبه است، شب جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم، امواتتون رو فراموش نفرمایید و فردا صبح انشاءالله وقتی سر از خواب و حیات دوباره نصیبتون میشه، صدای انالمهدی حضرت حجت رو بشنوید. التماس دعا یا علی مدد آقا طیب الله.